خانه نوروز خان. این خونه رو به اسم خودش و با دست خودش ساخته. خدا رحمتش کنه، نوروز خان اسم جدم بود که رو من گذاشتن. معمار قابلی بود. بفرمایید، بفرمایید. این در مال 100 سال پیشه، از الوار یه تیکه ساخته شده. تو این دالون آدم غریبه و نامحرم اگه کاری داشت همینجا منتظر میشد. البته حالا دیگه نه، حالا که الحمدلله همه محرمن. این گلو میبینی؟ خدا بیامرز در سفر شیرازش از سنگ تراشی های تخت جمشید نقشش وردشته داده، 4 گوشه هشتی با آجر کار گذاشتن. تو این خونه بچگی رو گذروندم. از هر گوشه این خونه 1000 تا خاطره دارم. روی این آجرها اینقدر خط کشیدم، اکر دوکر بازی کردم. اینو بچه ها اینجا چسبوندن. هی میگم بردارین، میگن آقا جون اماله. بفرمایید از این بر. به این درخت تاب بسته بودم. این درخت رو مرحوم پدر بزرگم نوروز خان با دست خودش کاشته. این یکی رو مادر بزرگم کاشته. پسرم و دخترم او بودن، عقدشون به عرش بسته شده بود، عاشق و معشوق بودن. این دوتا درخت رو به یادگار عشقشون کاشتن. اونا رفتن و اما درختاشون روز به روز شادابتر میشه. اینم یادگار دوره جوانیمونه. 17 سالم بود این یادگاری رو کندم. بابام وقتی فهمید مادرم و فرساد خواستگاری ایران جون، همسایه دیوار به دیوارمون بودن. اون هره رو میبینی؟ یه روز دنبال گربه کردن، اولین بار چشمم تو چشم ایران جون افتاد. دلم واسش ریسه رفت. بعدم که با هم عروسی کردیم و 30 ساله داریم تو همین خونه با هم زندگی میکنیم. تو همین ایوون سینکش آفتاب میشستم مشق رج میزدم. روی این پله ها با بچه های فامیل گرگم به هوا بازی میکردیم. به پسرها با یه دست میزدم میگفتم گرگی، اما دخترها رو بغل میزدم میگفتم گرگی 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 گرگی. یادش بخیر، مرحوم پدرم تابستونا اینجا پوست تختش مینداخت. عاشق این ماهی های گل بهی بود که تو حوض میرقصیدن. دودون صدایی هم داشت مثل خودم. یادم همیشه شعرهای ملای روم و زمزمه میکرد. تو همین حوضخونه جدم با مجاهدین صدر مشروطیت جلسه تشکیل میدادن. خیلی از تیشه ها که به ریشه استبداد قجری خورد سرنخش از همین حوضخونه بود. چه روزای خوشی بود. هرچی فکر میکنم میبینم این خونه بهشت. پدرم در خونه باز بود. روزای عزیز 500 نفر تو این حیات اطعام میشد. شبای تابستون رو این سنگ چراغ با مردنگی میذاشتیم. تو این باغچه دیگ سمنو بار میذاشتیم. اتاقای روی ایوونو میبینی؟ زمستونا آفتابگیره، تابستونا سایه میشه. تو این تاقنماها داده بود نقاشی کرده بودن. مرحوم پدرم خیال کرد اینا قدیمی شده، داد روش گچ گرفتن. این بارفیکس هم همایون اینجا کار گذاشت. خلاصه هر کسی با سلیقه خودش یه دخل تصرفی تو این خونه کرده. اما با تمام اینا معمار باشی، آدم تو این خونه واقعا معنی زندگی رو میفهم. کلنگیه این حرفا. کدومه؟ این خونه به 100 تا از این خونه های نوساز میارزه. شما پهنای این جرز رو فقط نگاش بکنی، خونه باید استقصش محکم باشه. دیدی گفتم. با این حال کلنگیه. شما دوربر خودت رو نگاه کن، اصلا مشرفی نداره. ببین این خونه های جدید آدم جرأت نداره زیر شلوارش عوض کنه. از 7 خونه 70 تا چشم آدم نگاه میکنن. اما اینجا رو ببینی تنشو. ببین اینا درست
ولی این خونه کلنگیه. پی میگه کلنگیه؟ به خدا اگه 1,000,000 تومان هم بدن این خونه رو حاضر نیستم بفروشم. آقا جونم از اون معماری کهنه‌کاره. الان حسابی باباتو نرم کرده. گمون نکن نوروز خان این خونه رو از تخم چشش بیشتر دوست داره. مامان اصلا بابا جونم هر چی کهنه است دوست داره. هر چی من از این چیزای کهنه بدم میاد بابا جونم میپرسته. اصلا بابا جونم کهنه پرسته. میدونی مامان جون اصولا بقیده من فی الواقع در هر حال اگرم به فرض این که پدرم چطوری بگم اگه خیلی اصرار داشته باشی که ما این خونه حرف نزن. معذرت میخوام من خودم درست میکنم. باید دم به دم بابام بدیم و نوروز خانو راضی کنیم همینجا بله رو ازش بگیریم. بفرمایید جناب آقای معمار باشی میفرماین خونه نوروز خان کلنگی. من زن و بچه خودم رو شاهد نمیگیرم چون اینا یه عمر تو این خونه زندگی کردن، آشیونه خوشبختیشون بوده، طبعا به این خونه علاقمندن. از دختر خودتون میپرسم عروس خانم، خواهش میکنم یه دقیقه تشریف بیارین اینجا. به نظر شما این خونه کلنگیه؟ بله کلنگیه؟ بله ببینیم عروس خانم شیشه ایله که جد من نوروز خان معمار باشی 100 سال پیش انداخته بود با یه تلنگر شکستی. پس کلنگی هم نیست تلنگریه. بله کلنگیه. کلنگیه یعنی چی؟ به هر خونه کلنگ بزنن البته خراب میشه. نوروز خان چرا اینقدر داد و بیداد میکنی؟ آقای معمار اومدن اینجا به ما کمک کنن. خواهش میکنم یه چیزی میل بفرمایین تا من برم یه استکان چایی بیارم. اصولا در واقع چطور بگم در هر حال هر کسی یه نقطه ضعف روحی نه که نقطه ضعف در هر صورت پدرم نسبت به این خونه حساسیت دارن. من از طرف ایشون از شما معذرت میخوام. بفرمایید دهنتون شیرین کنیم. بفرمایید من اگه عرض کردم این خونه کلنگیه قصد اهانت نداشتم. ما 30 سال آزگار سر کارمون با خونه کلنگیه. خونه کلنگی از دور داد میزنه فرنگی. بابا جان وقتی ما وارد شدیم به تو چی گفتم؟ گفتین کلنگی. گفتم کلنگیه. معلومه که کلنگیه. ممکنه آقای نوروز خان از اینی که من گفتم کلنگیه ناراحت بشن ولی من نه. 100 تا معمار دیگرم وردارین بیارین اونا میگن کلنگیه. با اینکه واقعا کلنگیه. نه خیر امروز همه ذکر کلنگیه گرفتن. فرض کنیم که حالا این خونه کلنگیه، مهم این است که ما توش راحتیم. مگه نه همایون؟ خب البته تو این خونه راحتی؟ خب نه راحتیسی؟ راحتی؟ چایی آوردن، چایی آوردن. بفرمایید. سلام مادر، خیلی خوش آمدی. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید. اصلا راحتی خونه رو باید از کدبانوی خونه پرسید. ایران جون تو این خونه راحتی هم؟ من چه میدونم، چرا از من میپرسی؟ از نازی بپرس. نازی جون تو این خونه آب و اجدادی یه سر سوزن ناراحتی کشیدی؟ محلش خیلی اومولیه بابا جون. به محلش چه کار داری؟ مهم این است که ما توش راحتیم. مگه نه همایون؟ البته اما در واقع چطور بگم عیبش اینه که عیبش این ماشین توش نمیاد. کاش عیبش همین بود. شوفاژ نداره، تهویه نداره، استخ نداره، همون باوان نداره، از همه بدتر کهنه، از اومولیه قدیمیه. جواب داریم بفرماییم. پی محکم داره، اتاقای بزرگ تو در تو داره، حیات فسقلی امروزی نداره، همسایه مشرفی نداره، صدای سرصدای خیابون و بوق ماشین نداره، 1 ساعت خواب بعد از ظهرش میارزه به 100 تا از این آپارتمان های سر به فلک کشیده. ای به می جمله بگفتی، هنرش نیز بگو. هنرش رو اگه بخواین بدونین یه روز تشریف بیارین تو اون آشپزخونه دود زده یه قرمه سبزی بپزین تا بفهمین یه من ماست چقدر کره داره. نمیرم واسه دختر. آخ آشپزخونه خیلی مهمه. خونه یعنی آشپزخونه و اتاق خواب. این خونه که اصلا اتاق خواب نداره. این خونه 10 تا اتاق داره. تو هر اتاقش بخوابی همونجا اتاق خوابه دیگه. آقای نوروز خان اتاق خواب باید حمام و توالت داشته باشه، پنجره رو به آفتاب و کرکره داشته باشه. شما پس مرده میخواین عروس بگیرید؟ من که تو این خونه زندگی نمیکنم. حق داره عروس خانم. اتاقای این خونه هر کدوم یه صندوقونه داره. درست. صندوقونه شو جناب آقای معمار باشی تبدیل به حموم میکنن. همایون خوش برو حالیش کن. حالی شش دست به ترکیب این خونه نمیکشد. کلنگ بهش بخوره گروم بخوابی داره. برای اینکه واقعا کلنگی. اصلا خرج کردن تو خونه قدیمی آفتاب خرج لحیمه. شما به نفعتون این خونه رو بفروشین زمین بخرین، یه ساختمون مطابق میل جوونا بسازین. خب بله اخیر منم بفرمایید. به شرطی که بالای شهر باشه، خیلی هم مدرن. شما امروز بهلره بگی، فردا خونه رو فروختیم، پس فردا زمین خریدیم، پس اون فردا کلنگو میزنیم تمام.
این حرفایی که میزنی واسه خودتون خوبه، واسه من همین خونه نوروز خان خوبه. تابستونش خنکه، زمستونش هم گرم و نرمه. من تو این خونه آسایش دارم. نه خونه میفروشم نه خونه میسازم. یعنی تو آزگار این بابا رو آوردی و بردی چون هاتون زدین دم آخره میگی نمیفروشن. راست میگه بابا جون، خیلی بده. اگه نمیخواستین بفروشین از اولش میگفتین. من که از اولش گفتم شما این بابا رو به زور آوردین تو خونه، به زور از من قولنامه گرفتین. اگه محصدار پیدا نمیشد سر سال دیگه هم کسی نمیومد برای این خونه کرنگی جیرینگی 400 هزار تومن پول بریزه. راست میگه بابا جون، 400 هزار تومن راحتی که من توی خونه دارم 1,000,000 تومن میاره. نده شما هنوز معنی راحتی رو نمیدونی چیه. با همین پول من برات یه خونه میسازم تا معنی راحتی رو بفهمی. راست میگه، دلم واسه اون حوض خونهش میسوزه والا. حوض خونه هم برات میسازم، اون گلایی که خودم پیوند زدم، اون درختای میوه خلاص پاسیو میسازم که تمام سال گل جلو چشمت باشه. بریم بالا، بفرمایید نوروز خان، دفتری بیارین آقا امضا کنم. بفرمایید اونجا، بفرمایید اونجا، بفرمایی بشین. آخ معمار باشی جانم، اگه دلنگرونم منم هیچ اصراری ندارم. 300,000 تومن داریم میدیم یه خونه کلنگی میخریم. شما به این خونه میگی کلنگی؟ بله، خونه ای که 10 سال پیش از این ساختن کلنگیه، اینه که 100 سال پیش از این ساختن کلنگی نی؟ خونه ای که 10 سال پیش معمارای بساز و بفروش ساختن کلنگیه، اما خونه ای که 100 سال پیش مرحوم حاج معمار باشه نوروز خان جد ایشون برای خودش ساخته کلنگی نیست. مگه کلنگش کارگر میشه؟ بابا حوصله داریه. به جون این یه دونه پسرم که از تخم چشمم هم بیشتر دوست دارم، اینو خودم هم نمیدونم. حتما مرحوم پدرت میدونست. نه اونم نمیدونست، 40 سال مو به موی این خونه رو واسه من گفته بود اما این یکی رو نگفت. شاید اون نمیدونسته ولی پدر بزرگتون حتما میدونسته. اون خدا بیامرز معمار بوده، اینا جز به اسرار معماریه. من میدونم این خونه چه اسقاستی داره. بابا دیوارای خونه تا کمرش نم داره، این از رطوبت حوض پوسته روشه، مغزش مثل کبریت خشکه. بله، من از حیاتش خوش اومده که مشرفی نداره. حیاتش که خیلی باروهه، اتاقاشو نمیگی همه دلباز و آفتابگی. ده منم برای همین محسناتشه که میخوام بخرم. خیلی معذرت میخوام. بله من نرنجیدم. آخه بفرمایید. مبادا از من دلگیر بشینم. برای همین محسناتش که شما میخواین بخرین من نمیفروشم. نمیفروشم، فروشنده نیست. کجا آقای نوروز خان؟ آقا جون قرار میکنید برای در؟ خب راست میگه بدبخت، خونه تا کمرش نم گرفته، کلنگیه. حالا بفرمایید چه ایمیل کنم. بعد آقا جون ما بیانه گرفتیم. بی زحمت بگین دو تا چای بیارن دفترم حاضر کنم. شما که نمیخواستی معامله کنی چرا گفتی سند تنظیم کنی؟ باطلش کن آقا جون، من اصلا خنم فروشنده نیستم. بفرمایید این 10,000 تومانی که برای قولنامه دادین. 10,000 تومان نیست و 20,000 تومانه. شما 10,000 تومان دادین، اینا اینجا نوشته. بفرمایید اون زیرش هم بخون، اگه من تو بزنم 10,000 تومانم رفته، اگه شما تو بزنید 10,000 تومانم باید بذارین رو. شما تو زدی، من که خریدارم، شما میگی نمیفروشم. من هم فروشنده. پس مبارک ان شاء الله. بفرمایید بفرمایید امضا کنید سندش حاضره. بیا رقم دفتر ببینم. آقا جون پولا رو کامینم، رو کامینم، بذار اینجا بینم رو داشت. همایون خان، همایون خان، بعد این پولا رو بشون بینم، بده من بینم. آها آها تموم شد، بگی ادا کامینم، بینیمیس بینم. ثبت با سند برابر است. معطل نکن برادر دیگه، تموم کن کارو. ثبت با سند جد بزرگوارم منو ببخش. بها مگه داری حکم اعدامتو امضا میکنه؟ قارشو بکن بریم دیگه. تموم شد، مبارکه.
این زمینشه، 10 در 20 یه قواره کامل. اینجا رو میگی متری 700 تومن؟ بله دیگه، اینجا که بابا بیابونه که. همه جا اولش بیابون بوده، وقتی ساخته بشه شهر میشه، اونجا رو ساختن، اینجا صاحب زمین میشه. ملاحظه بفرمایید، اون طرف بناس ویلا سازی بکنن، 2 تا 3 تا نمونه ساختن، الان بهتونشون دارن. نگاه کنید اون گوشه، دیدی؟ اون طرف هم بناس بسازن. این خیابون زیرسازی آسفالت شروع شده. ملاحظه بفرمایید، بناس بعدن روسازی بکنن. اون طرف هم سوپرمارکت میشه. چشم هم بذاری اینجا میشه وسط شهر. پس بپر صاحبخونه رو صدا کن برگرد شهر بگیر. نه بابا اینجا به درد ما نمیخوره. متری 700 تومن میکنه به عبارت 140,000 تومن. خب 60,000 تومن هم برای ساختمون میمونه دیگه. کجاش میمونه؟ 40,000 تومن که تو محضر بابت عوارض و مالیات و نمیدونم حق محضر گرفتن میمونه، زده 20,000 تومن. نه بابا اینجا به درد ما نمیخوره. اینجا قطعات 500 متری تفکیکیه با قباله متری 100 تومن. اینجا یه فلکه بزرگ میشه با حوض و آبنما. این طرف ردیف خونه های ویلاییه. اینجا یه خیابون 14 متریه که به کوچه های 10 متری پهن میخوره. اوه خوب شکی چی نشد، چیزی نشد. این قسمت هم پارک و تفریحات سالم میشه، یه پارک درندهش با تمام وسایل. سبکان من خودم بهتر از تو بلدم. بلدی؟ سبکان اینجا سوپرمارکت میشه، این طرف پارک کودک میشه، اینجا هم کودکستان و دبستان و دبیرستان میشه که انشالله گورستان بشه که خونه اول آخره بشه، اینجا هم محل تفریحات ساله. مسخره کردی بارو؟ چی شده؟ یه جایی ببر که اقلن 4 تا آدم حسابی دور ورش باشن، اینجا زمستون گرگ آدمو پاره میکنه. مگه شما زمین ارتون قیمت خواستی همینه؟ بابا من یه زمینی میخوام که 4 تا ساختمون چه میدونم مثلا مثل اونجا. اونجا؟ اونجا خارج از محدوده است. اون وقت اینجا داخل محدوده است. آقا جون جانم من یه جایی میخوام که داخل محدوده باشه، 4 تا ساختمون هم دور ورش باشه که زن بچه من امنیت داشته باشن. اینجور که میخوایم ما فقط یه قطعه سراغ بریم. بفرمایید اینم داخل محدوده. ملاحظه کنید 7-8 تا خونه ساختن، 3-4 قطعه زمین دیگه بیشتر نمونده. انتخاب کنید. آقا جون چه که انتخاب کنم، از کار زندگی افتادم. به بهترین جا آدم حظ میکنه. میگم اون چاله برام زندگی کنم. بعدش برای زیرزمین خاک برداری نداری، 7-8 طبقه زیرزمین بسازی خونه میاد کف خیاب. بابا متری 500 تومن باید پول خاک ریزی بدن. عوضش اینجا متر 200 تومنه. خب با خاک ریزیش هم متر 700 تومن میشه دیگه. نه بابا با آخر عمری ما رو تو این چاله چوله ننداز، از چاله خوشم نمیاد. من اینجا میخوام رو بلندی. بلندی؟ اینم بلندی. از این بلندتر میخوای باید بره قله قاف زندگی کنی. والا مگه میشه رفت؟ نگاه کن ببین، نگاه آدم حظ میکنه. چی زمستون بر؟ البته این ناحیه زمین کم پیدا میشه، عیان نشینه. چند قطعه اون بالا هست بین مثلی 1200 تا 1800 تومن. اگه براتون مناسبه بریم بالا. اون بالا واسه بوده کوی خوبه، عوضش هوا داره، تابستونش خنکه. خب زمستونش چی؟ میلتونه، ما همه جور زمین نشونتون دادیم، هر کدوم میخواین انتخاب کنید. بابا همون زمین متری 700 تومن اولی باز بهتر بود. سلام علیکم. قیمت این زمین چند آقا؟ متری 1200 تومن آقا جان. ایشون که فرمودن متری 700. بله اون دیروز بوده، امروز فرق میکنه. اگه برای زمینه بگو الان متری 1200 تومن مشتری پاش پاش. دیروز خودشون گفتن متری 700 تومن، مگه یادتون رفته؟ نه خیلی یادم نرفته، اون نرخ دیروز بود، امروز 1200. من نمیفهم این نرخ رو کی تعیین میکنه؟ بنده، شما، ایشون آقا. همین یارو یه ساعت پیش اومد 1000 تومن ندادم، گفتم متری 1100 تومن، الان 1200 تومن. یعنی بعد یه ساعت شده 1200 تومن. یعنی ساعتی 100 تومن رفته. آره بله بله، قیمت زمین ساعتی میره بالا آقا جان، ساعتی میره بالا. حالا چیکار میخوای بکنی؟ نمیدونم والله نمیدونم. به نظرم بهتره برم همون خونه خودمو بخرم. 400,000 تومن. اشتباه میفرمایید، 300,000 تومنه. نجون شما 400,000 تومن. پریروز معامله کردیم 300,000 تومن. اون پریروز بود، 2 روز ازش گذشته. 2 روزه 100,000 تومن رفته روش. قیمت خونه روز به روز ترقی میکنه. من نمیفهمم والا، خونه روز به روز ترقی میکنه، زمین ساعتی میره بالا. پس تکلیف اون بنده بیچاره خدایی که میخواد یه آشیونه و زن بچهش براهم بکنه آخه چیه؟
همش تقصیر شماست. تو خونه آبا اجدادیم راحت نشسته بودم، این بلا رو شما سر من آوردی. حالا بفرما درستش. چشم، اگه اجازه بدی من خودم درستش میکنم. برای این کار یه سورم میدم همین فردا. بفرما. ببین بابا جون، ببین این زمین به درد ما نمیخوره. چرا؟ برای اینکه میخوان جلوش یه عمارت 20 طبقه بسازن. نوروز خان اگه بفهمه جلوی خونش 20 طبقه آپارتمانه، محاله بخره. یه سال دیگه میسازن، خبر نداره. بیا بریم دکتره، بیا بریم، صداشو در نیار. فرنگیس حد داره. من میخواستم تو این زمین یه خونه بسازم با به میل فرنگیس. البته نقشه‌شو یه مهندس تحصیل کرده یا آمریکا داده. خونه های آمریکایی رو من تو سینما دیدمشون، خیلی نازن. عالیه. یه ویلای دو طبقه، طبقه پایین سالن اتاق مطالعه، طبقه بالا 5 تا اتاق خواب. اتاق خوابش هموم هم داره. هر اتاق یک حمام مستقل. وان گرگ با آب گرم دائم، هر شب قبل از خواب تو وان آب گرم میلمی، با اعصاب راحت به خواب میری. حرکات چیه نازی؟ خجالت بکش، درست میشه؟ چه؟ بفرمایین دهنتون رو شیرین کنین. آقا جون، برای اتاق خواب نوروز خانم یه حموم شیک بسازین. حموم و اتاق خواب واسه شما جوونا خوبه. واسه من یه اتاق دنج خوبه که میشینم مثنوی زمزمه کنم. یه حوزم اون وسطش باشه، فوارش بزنه. حالا راستی تو این نقشه شما حوز خونم هست؟ وا، مگه خونه آمریکایی حوز خونه داره؟ زیر زمین که داره. یه حوز میندازیم وسطش میشه حوز خونه. چه حرفا میزنن حوز خونه؟ نوچه زیر زمین خفه است. من یکی از اتاقای طبقه دومو درست میکنم با به سلیقه شما. منظره کوه دماوند رو در نظر بگیر. پنجره اتاق درست رو به این منظره باز میشه. به 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 بود و پفاره کنارشه. منظره جلو چشم تو، وسط کتابات میشین و صفا از دایی ها شکایت می کند. سینه خورم شرح شد. چیه؟ ساله نمیدونستم انقدر خوب کردی. دوره من جمع شدی. نگاهتون خیلی خوبه بابا جون. بابا باشین بری سر جاتون بشین. خوش شدی؟ یلا میفرمودین داشتیم مستفید میشدیم. عرض شود که خونه باید مطابق میل کدبانوی خونه باشه. شما از همه چی صحبت کردین جز از آشپزخونه. آشپزخونهش باید بزرگ و باروح باشه. بله خانوم، به نظر من آشپزخونه باید به اندازه یه سالن نهارخوری باشه. معمار، این خونه کی تموم میشه؟ کلام نیکویی گفتین. بنده این خونه رو 5 ماه تحویلتون میدم. جناب آقای معمار، ما تعهد کردیم از 3 ماه هر چی دیرتر تخلیه کنیم روزی 50 تومن گرایش بدیم. چی برادر، به این تعهدات عمل کرده؟ نه، من به قولم وفا میکنم. خیلی خوب، شما پول بریزین 3 ماهه. آقا جون، اینا که مشتری غریبه نیستن، شما اینجوری قول میدین؟ من قولم قوله، غریبه و خودی هم نمیشناسم. اگه ایشون سختگیری نکنن همه چی درست میشه. آقا جونم، همه چی رو سخت میگیرم. در حالی که خیلی هم آسونه. من که آسونه. شما امروز معامله بکنین، من فردا کنن و میزنن.
عروسی همایون تو این خونه، عروسی نازی جون تو این خونه. مرسی. به خوبی و سلامتی انشاءالله. آقا جون اتاق خواب من باید بزرگ باشه. جناب معمار، جان معمار، اتاق دخترک منو بزرگ بساز. کاغذ دیواریش قرمز باشه. کاغذ دیواری قرمز. چشم. آقا جون یه سر پوشیدن برای ماشین من. سر پوشیده. چشم. اتاقا همه باید قفسه داشته باشن. قفسه. چشم. وای خودتونم چه خوشحال. خیلی خوب میشه. اتاق خواب من باید حموم داشته باشه. حموم واسه عروس خانم. چشم. این یه خونه ایدئاله. من اگه میدونستم شما اینقدر خوشحال میشید زودتر اون خونه رو میفروختم و کلنگ رو میفروختم. من الان تصور اون روزی رو میکنم که خونمون ساخته شده، در بزرگ آهنی باز میشه و با ماشین وارد میشیم. اینجا که من میبینم این در بزرگ آهنی حالا لابانه میشه. بابا جون شما چقدر بدبین هستی. راست میگه بابا، باز گنده تر از دهن پرشدی. الان یه ماه از اون روزی که کلنگو زده میگذره، تازه پیش چیدم. به قول آقای معمار باشی بنایی اولش سخت پیش میره، اما وقتی افتاد رو قطعه یه دفعه تموم میشه. این که قصه نداره بابا جون. بابا یون نگهدار، من همینجا پیاده میشم. چشم. ببینم تو که شنبه ها کلاس نداشتی. با بچه ها قرار گذاشتیم درس رو زیر کنیم. آزور تنها نبی خونه آقای با هم بیم. بیا منو ناظرم ببن. زور خونه نمیرم بابا جون، با فرنگیس بیرون نهار میخوری. بله خدا حافظ. جناب آقای معمارزاده سلام عرض میکنم. قربان. سلام بابا، حال چطور؟ همه که خوب نیست، اما اگه شما به من مساعده بدین بهتر میشه. آقا گفتن تا 15 اون مساعده ندیم. شما که همیشه نما لطف دارین، این دفعه چهار روز رو بندازم. خب حالا ببینم چی کار میتونم برای متشکرم. آقای رخصتی جان، این زمینای بالای کرج رو تقسیم کردن، میفروشن متری 50 تومن. اما سال دیگه میشه متری 200 تومن. من زمین متری 6 دیدم که حالا شده متری 2000 تومن. ما همیشه ضرر بی پولی رو میگیریم. بنده اگه شده پول قرض کنم، باید یه قطعه از این زمینا رو بخرم. کی پول داره که قرض بده؟ نوروز خان خوش به حال. خونه‌شو 300000 تومن فروخته. سلام عرض می‌کنم قربان. سلام علیکم آقای فرصتی. امروز دیر تشریف آوردید. سلام عرض می‌کنم. ما دلواپس شدیم. این گرفت سر. خواهش می‌کنم، خجالت هم می‌دید. یار دارین، اجازه بدین، اجازه بدین. اینو بذارین زیرتون تا یالا. شما امروز چه انقدر تعارفی شدید آقای فرصتی؟ برای اینکه دوستتون دارم قربان. می‌دونی چرا آقای رخصتی؟ می‌دونم. برای اینکه تو این دنیای وانفسا این آقای نوروزخان بیریا به هم نوعش کمک می‌کنه بدون اینکه انتظار تلافی داشته باشه. این اخلاقو من از مرحوم نوروزخان معمارباشی جد بزرگوارم به ارث بردم. خدا بیامرز همیشه میگفت تا توانید نور به قبرش بباره. حقا که نوه یک همچه مرد بزرگی هستی. امروز از هرچی قرض بخوای میگه ندارم. ولی آقای رخصتی این مرد اینطور نیست. برای اینکه من معتقدم آدم وقتی میتونه باید به اطرافیانش کمک کنه. بله. که اگه یه وقتم احتیاج داشت بتونه به اینا تکیه بکنه. بله. مثلا من الان تو کار ساختمون افتادم. بله. بله. احتیاج به پول دارم. خب امیدم به شما دوستان دیگه. بله. اگه نفری 10000 تومان به من کمک کنی، خب کار من بالاخره راه میفته. بله. متوجه هستین آقای فرصتی؟ بله. بنده بعد این پرونده رو تا یه ساعت دیگه رد کنم به آقای رئیس. بهتره در این مورد با آقای رخصتی صحبت بفرمایید. بنده در مدت این 30 سال خدمت فقط تونستم 5000 تومان پول کنار بذارم که اگر مردم و عمرم رو دادم به شما خرج کفن و دفنم بکنم با شما. ببخشید. سلام یه پایین چیز کردی؟ میخواستم راجع به تقاضاتون صحبت کنم. من باید روز نایمده میخوایی بریم؟ تو بنا بود به مکاتبات خارجیمون رسیدگی کنی. باشه فردا بهتون قول میدم. تا فردا زمین هنوز دور خودش میچرخه. بابایی ملاحظه میفرمایید؟ 5 سال فرستادمش لندن، یلدلی تردلی کرده. 6 ماه دست از پا دراستر برگشته. عوض اینکه باری از دوش من برداره، شب و روز دنبال دختر است. بفرمایید. همان از دخترای این دوره و زمونه.
یه وقتی پسرها دنبال دخترها میافتادن، حالا دخترها دنبال پسرها میافتن. مثل اینکه پدر مادر بار سر این دخترها نیست. نخیر، غیرت‌ها به باد رفته. یعنی همه خانواده‌ها اینطور نیستن ها. مثلا نازی ما ماشاءالله دختر دم بخته، اسم مرد که جلوش میری تا گوشش سرخ میشه. اما اینم همینجور، پسر سر به زیریه. پسر من تریدون ما اصولا لوس بار اومده. ناز پرورده است دیگه، یه دونه پسره. تقصیر مادرشه. و اما راجب تقاضای شما، من تعجب میکنم شما چطور تقاضای وام کردین. بچه ها دورم کردن، دارم یه آلونک براشون میسازم. به سلامتی. ولی حساب کتاب صندوق که دست خودتونه. 20,000 تومان که خیلی زیاده، بودجه نداریم، یعنی فعلا. ولی با 5,000 تومانش میتونم موافقت کنم. بیا نگاه کن. میدونستم با دختر قرار داره. تو بیا سبب شد، امروز با دست پر اومدم. برام چی بود؟ قشنگترین حرفای دنیا. میخوام برم پیش بابا. حالا تا آخر وقت خیلی مونده، میشه رفت تا جهنم و برگشت. تو بهش نمیشه؟ میشه، ولی پیدا نمیشه. شوهر کوچولو، تو کی میخوای دست از این کلگیریت بردار؟ وقتی که تو دیگه دستمو پس نزنی. بیا بریم. نه، وقتی لبات میگیرم چشمات میگیره. حتما. حتما؟ نه، چشم دروغ میگه. چشم هیچ وقت دروغ نمیگه. عرض نکردم پسرتون رو بلند کرد. اینا دختر نیستن که سخترن. نوروز خان میدونه؟ همه میدونن جز نوروز خان. آقای فرصتی، من امروز دیگه قضیه رو به نوروز خان میگم، وجدانم ناراحته. این کار سه عیب داره. یکی این که جلو عیش دوتا جوون رو میگه. من دیگه نمیتونم. دوم این که تفریح کارمندا از بین میره. بدتر از همه اوقات نوروز خان تلخ میشه و ما نمیتونیم ازش مساعده بگیریم. با همه این حرفا من امروز بهش میگم. امروز بهش نگیم. چرا؟ امروز میخوام ازش پول بگیرم. عصبانی بشه کارم عقب. بله. آقای نوروز خان. بله. سلام عرض کردم. نخودی بخند. نوروز خان. بله. سلام علیکم آقای معمار باشی. من نمیدونم امروز همکارای من چشونه. میرسن میگن آقای نوروز خان سلام علیکم، پشتشم هر هر هر. لابد یه چیز خنده‌دار دیدن مگه نه آقا رخصتی. گریه داره آقا، نه خنده. آقای نوروز خان بنده عرضی دارم. آقا من عجله دارم، من باید برم مصالح. کار من واجب تره. نه به جون شما، یه آبرو در میونه. نه به سرتون قسم. موضوع هیچ. چرا جلو دهن منو میگیری؟ شیطون معرکه نشو آقا، بذار به کارم برسم. باش باش باش. آقا رخصتی آروم باش. پول لازم داریم. چقدر میخوای؟ هر چی بیشتر بهتر. من 40 تومن که بیشتر ندارم. خب همینی میدیم پیراهن میخریم. نه ترس، تا زیر سقف میاریم، بعد از بانک وام میگیریم. بینیم اسمش با من ببینید برادر من
نوروز خان؟ بله. باز که اینجام غلطه که. آقای معمار زاده، پس این بیلان چی شد؟ آقای رخصتی، پس این بیلان چی شد؟ دو هفته است که گذاشتم روی میزتون، باید امضا کرده باشین تا حالا. اینها جلوی چشمتونه، بفرمایید. سلام علیکم. تماشا کن تمام جوهرا رو ریختم روی این بیلان. اصلا تماشا کن. آخه چی میخوای اینجا؟ پول لازمه. ندارم. کار لنگه. روز اول گفت با 70,000 تومان ساختمونی میارم زیر سقف. الان 140,000 تومان دادم، هنوز به زیر سقف نرسیده. آقای معمار باشی، دریغ از یک شادی. همش 5 تومن دیگه میخواد تا برسه زیر سقف. بقیه شو از بانک میگیری دیگه. چی میگه از بانک میگیری؟ مثل که بانک مفتی میده. من بیچاره باید قسط اصل و فرعش بدم. قصه نخورین آقای نوروز خان، از قدیم گفتن پول عروسی و خونه رو خدا میرسه. فعلا که خدا داره جون منو به لب میاره. آقا رخصت یه دقیقه، یه دقیقه. بیا بیا دیگه، بیا جون. خبر اونجا در پنجره شما باشه. ای چیه چیه، یه جریانی که اصلا به شما مربوط نیست. چکا بنویس بخوام بابا، 10 تا تک تومنی تو حسابمه. چی چی رو بردارم بنویسم؟ تاریخ دار بنویس، من خوردش میکنم. چک بی محل بنویسم؟ من چیکارا نمیکنم. بی محل که نیست، یه ماه دیگه از بانک میگیری میریزی به حساب. این چکو خودت بنویس، یه ماه دیگه بهت میدم بریز به حسابت. این قلم و کاغذ کجا گذاشتی؟ اون چکو درش بیار، آخ درش بیار، بده من این چکو. بگی برام من بنویس، بینم بنویس، بینم بنویس، نترس بنویس. کشتی منو بنویس. بابا من چک بی محل تا حالا ننوشتم. اومدی؟ اجالت هم نمیشه جیان، چه عشق میکنه جیان. حیارو خوردن آبرو رو خورد. اگه این تیکر دستی تو میدیدن از درست گورتش منم همه جالت هم خوب چیزیه. بابا نارو دستو بکش بهتر ببینم. ایمون همه من که آقای ناجی، تکلیف این قضیه همین امروز باید روشن بشه. تکلیف روشنه. من با شما کاری ندارم، با پدرتون طرف هستم. آقا تکلیف باید روشن بشه. تکلیف روشنه؟ برای پسر شما روشنه، برای دختر من تاریکه. برای دختر شما روشنه، برای فریدون و بندم روشنه. پس فقط برای من تاریکه؟ بله، دختر پسر جوونن، همدیگر رو دوست دارن، با هم معاشرت میکنن. این خیلی روشنه. بعدم دلشو میزنه ولش میکنه، اون وقت تاریک میشه. چرا؟ اون میره زن میگیره، اونم میره شوهر میکنه. پسر شما میره زن میگیره، اما برای دختر من شوهر پیدا نمیشه. بنابراین برای شما و پسرتون روشنه، اما برای بنده حقیر و دختر بدبختم تاریک. آقا من از معاشرت با دختر شما لذت میبرم. دیدن این دختر برای من مثل دیدن بهشت و موعود برای شما. یکی شدن دو موجود گناهه؟ نخه ثوابه. ثوابش هم دختر بدبخت منه. دختر شما هم همینه میگه، اونم لذت میبره. دختر من غلط میکنه. من اجازه نمیدم به نازی تو این کنید. باری که نبه دختر من دست نزن. آقا جو خواهش شکلی میگه بزنم اون دیگر کنم. خواهش میکنم اعصابتون رو کنترل کنه. خواهش میکنم بریم بشینیم، بریم بشینیم. حیف که پسر این پدر هستی. متاسفانه پدرتو از قلبش همیشه به عنوان یه دستگاه تنظیم کننده گردش خون استفاده کرده. دستگاه خواهش میکنم. قربون شما که همیشه از قلبتون به عنوان کاربن سرا استفاده کردی. بله قربان. چای بعد بیا. چشم. من حال شما رو میفهمم، اما احساسات این جوانا رو هم درک میکنم. دنیا عوض شده، ما هم باید با جوانا تفاهم بیشتری داشته باشیم. هیچ کجای دنیا دو نفر رو به خاطر اینکه عاشق هم دیگر محاکمه نمیکنن. آقای عزیز، شما نمیتونید به دخترتون بگید با دیوارای اتاقش معاشرت کنه. خواه ناخواه دست یک نفر میگیره و به نظر من این نهایت سلامته. هر کس از واقعیت وجود شرم کنه مریضه. خب اگه یه گندی بالا اومد چی؟ چه رس میشه میذارین گند؟ بعد بذارم گند؟ اصل بگید نابترین غزل. لابد خودتونم ماه اصل داشتید. ماه اصل منم میدونم، اون بعد از ازدواجه. برین کنار، برین کنار، برین کنار. من خودم با شما هم بشناسم، پیوند زناشویشون محکمتر میشه. بشناسن اما ندیگه از هر جهت. زندگی لگد کردن پای یک کبر نیست که بشه با یه پوزش ازش رد شد. به اعتقاد من دخترها همسر و هم نفس آینده شونو باید از هر جهت آزمایش کنن.
یاد اون روزا بخیر که زن با چادر سیاه میرفت خونه شوهر با کفن سفید میومد بیرون. فقط یادش بخیر. دنیا به عقب در نمیجنه. دوره ما زن و شوهر اول دفعه تو هجده هم دیگر میدیدن. شاید هم برای همین بود که چهار تا زن میگرفتن تا یکیش مطابق میلشون در بیاد. ما یه کفش میخوایم بخریم، به 10 تا مغازه سر میزنیم، 20 جور کفش انتخاب میکنیم تا یکیش انتخاب میکنیم. کاملا درسته. کفشی که ازش فقط 3 ماه استفاده میکنیم باید قشنگ باشه، راحت باشه، تنگ نباشه، گشاد نباشه. قبول کنید آقا، تا پامونو توی 10 تا کفش نکنیم کفش مورد نظرمونو پیدا نمی کنیم که نمی کنیم. آقا مگه دختر من کفشه که شما پتولا لا 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 آقا جون، اگه ریگی به تای کفشت نیست مرد و مردونه بیا جلو صحبت کن. دختر من پدر داره، مادر داره، خونه داره. دختر سرایی نیست که همجوری دستش بگیری ببری تو باغ. اون چه مسلمه پسر من و دختر شما به هم علاقه دارن. ممکنین علاقه به ازدواج ختم بشه. بذارین سیر طبیعیشو طی بکنه. اول عقد کنن بعد سیر طبیعیشو طی کنه. اگه فریدون مایل باشه من حرفی ندارم. بله. اگه حتی یه روز به آخر دنیا باقی مونده باشه میخوام اون روز با نازی باشه. آقا جون من نمیفهم تو چرا شعر میگی؟ بالاخره باشه یا نباشه؟ اوکی. چه چیه؟ همین الان. نورس خان اوکی به انگلیسی یعنی موافقم. برو بیرون. تو چرا گوش باشدی؟ چرا اینقدر جیغ میزنی زن؟ میکنم. تو داری پسرمو بیچاره میکنی. جیغ میکنم. بس کن مادر، مسخت ما میشنوم. جهنم که میشنوم. وقتی تو جیغ میکشی تنها راه نجات خود باشیه. برو خودتو دار بزن. تماشا کن، وقتی میگم این پسر هنوز وقت زن گرفتنش نیست. شکستر گلدون چه ربطی به زن گرفتن من داره؟ ربطش اینه که هنوز نیومده نفسش دامن منو گرفتی. شما چه بخواین چه نخواین من با این دختر ازدواج میکنم. پس بی خود خودتون سباک نکنین. اگه تا فردا صبحم جیغ بکشیم من این دختره رو میگیرم که میگیرم. هیچی به پسر خودسرت نمیگی. تو خودسر بارش آوردی. اصلا حالا موقع زن گرفتنشه. خودش و بال گردن ماست نیست؟ درسته، ولی خب ولی نداره بلند شو یه چیزی بهش بگو. آخه چی بگم زن؟ چیزی بهش بگو دیگه. بر چی گفتی؟ یه چیزی. آخه چی؟ یه چیزی. چی بهت گفت ها؟ یه چیزی گفتی یا آخه چی؟ یه چیزی. چی گفت؟ همینو. چی؟ گفت یه کاری نکن که جیغ بکشه. اگه غیر از دختر آقای سمسام هر کیو بگیری جیغ میزنه. قاعدتا من نمیخوام برم تو اجله، نه شما. لطفا برای مامان ترجمه کنین. خب راست میگه، اون میخواد زن بگیره، تو که نمیخوای بگیری. آره زن مال اونه، اما عروس گداگشنه آبروی من میبره. آبروی من مهم نیست؟ آبروی مامان مهم نیست. مامان همیشه در قضاوت عجله میکنه. نه دختر رو دیده، نه خانواده‌اش رو میشناسه، نه خونه‌شون اومده. فقط میگه نه. این نه شما هیچی رو عوض نمیکنه. چهار تا خط شعر گفتی، خیال میکنی حافظی؟ حالا تو روی خودم هم وای میسی. آقا دیگه عقل کل شده. اگه عقل داشتی که شاعر نمیشدی. من شاعرم، برابرتون مثل آینه. در آینه همه تون نعره میکشین. آری تمام نعره های شما وزن و قافیه است. برو با اون شعرت. چه اشتباه بزرگی، چه اشتباه بزرگی. به شاعرانه ترین لحظه هایم میخندید، چون گرگ پیر در آینه نعره میکشید. مرا نمیفهمید، مرا نمیفهمید. مامانه بهتر اول دختر و خانوادش رو ببینی بعد نظر بدی. شاید این شاعر دیوونه این دفعه راست میگه. راست میگه، تو که خانوادشون رو ندیدی. دعوت کردن که من نرفتم. بله شما رو فردا دعوت کردن. من اومدم بگم که شما جیغ کشیدین. غلط کردن، منو دعوت کردن. اگه من دعوت کردم غلط کردم. آخه اینجا هم جای مهمونیه. ما خونه داریم، زندگی داریم. کدوم خونه، کدوم زندگی؟ اتاقا همه خالیه. همون اتاقای خالی 100 بار از این سنگ و کلوخ بهتره بالا. اصلا حقش بود دعوتشو میکردین کاباره. آره نه اینکه خیلی پول داریم. راست میگه بابا چون من یه کاباره میشتسم قسطی میگیره. برو بابا، حالا خیلی قسط کم داریم، بیا ماه به ما قسط کاباره رو هم بدیم. همینجا از همه بهتر، هم ارزون تموم میشه، هم میتونیم پاز خونمونو بدیم. چرا کتتو نمیپوشی؟ هنوز که نیومدن، وقتی اومدن میپوشم خانم پوزی. امروز چه خبره معمار بشی؟ بله برونه.
نوروز خان شیرینی بچه ها یاد نره. خیلی خوب، مهمون هایی که رفتن هر چی مون میدیم به بچه های شما. چشم تو رو خدای معمار رو دست به سرش کنی. میترسم جلو آقای ناجی و خانمش آبروریزی کنه. آخه خانمش خیلی سطح بالا. یادش چرا؟ جیغ میزنم. آخه چشم چشم میخوای آبروی منو ببری؟ نه میخواستم خودتو ببرم. روز اول آشنایی بدون راننده آقای ناجی و خانومشون، روز اول آشنایی با خانواده عروس اونم بدون راننده. افتضاحه. ریختشون ببین، کراواتشون ببین. صد دفعه گفتم اون کراواتی که از پاریس آوردن بزن. اصلا یه همچین روزی باید لباس اسپورت بپوشی. برخورد اول خیلی مهمه. هنوز نمیزنه، موهای سفید شده، هنوز هیچ دارو نمیزنه. آقای مهندس دیر کردی؟ بگیر بذار تو گلدون. همین یه شاخه گل گرفتی؟ مامان تک گل دوست داره. این دیگه چیه؟ مامان ویسکی دوست داره. اه چرا همچی میکنی؟ مامان خورمانه دوست نداره. ای با خاک به سرم، چرا خورمالو رو دور میریزی فریدون خان؟ میگه مامانش خورمالو دوست نداره. نوکر چی شد؟ ها؟ پیش خدمت هتل ساعتی 40 تومن میخواد، 3 ساعتم کمتر نمیاد. خاک بر سرم، چه آبروریزی شده. ببین یک کار دست تو سپردم و بی عرضه. مگه شما پیش خدمت نمیخواید؟ من از چوب پیش خدمت میتراشم. گوش کن همایون، برو به نوروز خان بگو تا مهمونا نیومدن این معماره رو دکش کنه بره. باشه. این کتش هم بهش بده بپوشه. زود باش. بدو. اگه 2000 تومن دیگه جور کنی میتونیم از بانک پول. دری قضیه چیه؟ بابا جون، مامان گفت اینو بپوشین. بیا. چی میگه؟ من نمیفهمم. من فهمیدم. پول داره. چیه؟ ها؟ معماره رو. چی میگی؟ کلا چیه؟ بیا اینجا. ها چیه؟ بابا این معمار رو دکش کن بره، آبرومون رو میبره. خیلی خوب، ببین باید خیلی مؤدب باشی، فهمیدی؟ سینی چای رو اینطوری دستت میگیری، فهمیدی؟ اولم تعظیم میکنی، بعدش هم اول چای رو به خانما تعارف میکنی. آفرین پسر خوب، حالا برو ببینم، برو ببینم چیکار میکنی. شما اگه کار دارین میتونین تشریف ببرین، میتونین تشریف ببرین. کار که دارم، اتفاقا خیلی هم واجبه، اما فامیل به درد یه همچی وقتا میخوره دیگه. منت سرتون نمیذارم میمونه. آقای معمار، ما مزاحم شما نمیشیم. اینطور که معلومه اینا ممکنه تا یه ساعت دیگه هم پیداشون نشه، بلکه هم 2 ساعت. ببر هر جور میل شماست، فقط باعث گله نشه. آقا اختیار دارین. آقا فریدون خان، بابا چه خبره؟ فریدون خان این موزیک رو یخته کمش کن، ما با گوش آدم گر میشه. مامان موزیک دوست داره. امروز هر کاری میکنم به خاطر مامان فریه. هر کی مامانش دوست داره باید فراهم کنه. اومدن. چه به موقع رسیدن، خوب شد نرفتم. آنه آقای معمار، هنوزم میتونیم بریم؟ نه دیگه، تو زفاست. خوش آمدیم. و آقای نوروز خان. بفرمایید. خیلی
ببخشید که اینجا از شما پذیرایی میکنیم، همش تقصیر نوروزخانه. هرچی گفتم ما خونه داریم، زندگی داریم، میگه نه الا و للا که باید از مهمونای عزیزمون سر ساختمون پذیرایی کنیم. حالا انشالله ساختمون که تموم شد اون وقت باید پذیرایی مفصلی بکنیم. طبقه پایین یه سالن بزرگ ساختیم برای پذیرایی. اتاق خواب بفرمایید، خواهش میکنم. طبقه دومه 5 تا اتاق خواب، البته هر کدومش یه حمام جداگانه داره. همه ویدیا هستن دیگه، چه کنیم؟ ماشینه میخوایم پوز بدیم. بله آرچیتکتتون کیه؟ بنده؟ سلام عرض کردم، شما متوجه نشدین؟ چاکرتون کریم آقای خوشخورد معمار. ما مثل شما تازه با این خونه بوده آشنا شدیم. منتها شما مادر دومادشونین، من پدر عروسشونم. مادر دوماد انبونه باد. البته تقصیر ایران خانومه که ما رو به هم معرفی نکردن. بله دخترشون لیسانسی هست. بله، بله. با همایون جون ما تو یه اداره کار میکنن. بله. البته آقای معمار باشی تو کار خودشون خبره هست. به جون شما، به جون یه دونه دخترم تا حالا 50 تا آپارتمان ساخته. در کدوم ناحیه؟ سرسبی؟ سرسبی؟ آره پر جمعیت ترین ناحیه پاتخت. اگه بگین یکی از این ساختمونای من چیکار کرده یا پیش تکون خورده ابدا. شما چه مرسی من ندارم. این مهندسای تازه به دورون رسیده خونه هایی میسازن که سر دو روز چای مستراش گلاب روتون پر میشه. اینا این کاره نیستن. بساز و بفروش نیستن. هر کار کردیم برد کاری کاری دیگه. یه دقیقه بیا الان حرفم تموم بشه چشم. میترسم نسبت به سرکار علیه خانم بی حرمتی بشه. خونه میسازم برای پازلابش لوله 7 میذارم. خونواده 8 نفری گلاب بروتون روم به دیفا بی ادبی میشه. روزی یه دفعه هم بخوام برن دستشویی خب گلوگاه چاگیر میکنه. حالا وای به موقعی که این خانواده 8 نفری مسمومیت غذایی پیدا کنن. خلق میزنه بالا. این مجون مهربونیه. مامان همیشه به من میگه شاعر دیوونه، اما هیچ وقت دست من رد نمیکنه. خواهش میکنم بفرمایید. مامان بفرمایید. نمیخوام. خواهش میکنم. مامان جیغ میزنم. شما هیچی میل نکردین خانم؟ نه اصرار نکنید. اصغر برو یه چند تا چای ورده بیا. رو چشمام قربان. میمار جان رد کن برن آخه. یه چیزی میل کنیم. ببرین سر کارتون. مگه اینجا سیم نماست؟ با تو هم پسر عوض این که واسطی بر نگاه میکنی روی اون سیمانه یه خود آب بریز ترک نخوره. مادشون قیافه چرتی کته ببره اون برای بریز. جونم مرد مرده. اون شیر آب رو کن بنه. باشه. ندارم. پول لازمه. ندارم. سلام. ابا چرا نمیفرمایین تو؟ اینجا منزل خودتونه. منزل خودمونه ولی اختیاردارش نیستم. الان 10 روز از موعد تخلیه. شما حق دارین آقا. والا به خدا ما سر این ساختمون جونمون به لبمون رسیده. همش تقصیر این معمار باشیه که هی کارو کش میده. پدر آمرزیده وقتی پول نباشه کار میخوابه دیگه. تقصیر این نوروزخانه که به موقع پول نمیرسونه. من که هرچی پول داشتم دادم. اساسیه خونم هم فروختم، مصالح خریدم، دیدم تام اسکناس چاپ کنم که هر کی خونه میسازه باید پدر خرجش هم باشه. معمارم باید بدونه که ساختمون چقدر خرجش میشه. روز اول گفتی 200,000 تومان، تا حالا 350,000 تومان دادم، هنوز به نازک‌کاری نرسیده. تقصیر من چیه که مصالح گرون شده؟ ده ببین این آخرین پولیه که تو کیف من باقی مونده. 500 تومان دیگه هم ندارم.
عصبانی نشید، روی همدیگر ببوسین و دعوا رو بذارید کنار. این 500 تومان که برای ساختمون پولی نیست. پولی هست یا نیست دو روز که کارتو راه میندازه. برو به کارت برس بابا، برو به کارت برس. باخه با کدوم پول؟ با همین 500 تومان دیگه. کدوم 500 تومان؟ از یه طرف میگیره از یه طرف میذاره زیره. شما نیدی؟ چرا اینجاست؟ من بابت طلبم برش داشتم. شما برداشتید؟ هر یه روزی که از موعد اجاره بگذره 50 تومن باید کرایه بدید. 10 روز گذشته میشه خدا 500 تومن. چرا پرت میگی؟ شما خود تو معدن تعهد دادی، امضا دادی، حالا میخوای بزنی زیرش؟ ببین هر چی میگشم زیر سر توئه. تو خونه خودم راحت نشسته بودم، حالا 200 هزار تومن رفتم زیر بار قرض. اساسیه خونم به باد رفته، خونم هم تموم نشده، روزی 50 تومن باید کرایه خونه خودم بدم. من به خونه آبا اجدادیم کرایه نمیدم. میگی برو به کارت برس. برو به کارت برس. کرایه نمیدی پس سختیاش کنم. سختیه میکنم، همین پس فردا اسباب کشی میکنم. ایوا خاک به سرم، کجا اسباب کشی میکنم؟ چرا میدونم؟ میرم تو همون خراب شده که این نامعمار واسه ما ساخته. زود باشین، زود باشین، الان صابخونه با اساسیاش میاد. به ما چه کلام میاد؟ شما سه ما کرایه پیش از ما گرفتید. من برو بعدن یه ترتیب واسه تو میدم. بودو قربون قلبت برم رای بودو جان. حالا ما امشب کجا بخوابیم کریم آقا؟ امشب رو یه جوری سر کنیم، من تو فردا براتون جا پیدا میکنم. آقا پس من چی؟ تو بیا خونه. ای دوخان، ای دوخان، برو سوار شو زود. کجا داری میریم؟ اصفاد کشی میکنی؟ آره بگی زودی. اگه شماها اتاق نمیخوان بچه ها، من یه ساختمان دیگه نیمه کاره امروز میدم برای پنجره، یه اتاقشو بزنن که شما فرده بتونن اسباب کشی کنید. متوجه شدی؟ هزار تومن کرایه سه ما پیش دیم رد کن بیا. اده نه بابا جون، اون ساختمان تا سه سال دیگه هم تمام نمیشه. برو برو ببینم، برو برو با هم بیده دیوار حرکت کن، برو یه رو ببینم. بودو خدا نگذره. سلام علیکم. سلام علیکم. نزی بیا یه کاری بده. همش با این دختر من کار داری. برادر من شیرنی خوردش دیگه تو هم. با هزار بدبختی یه پولی جور کردم. باز که داری نگاهشون میکنی ببریم. من تونستم این 30,000 تومن رو تهیه کنم. منتها نمیخوام بابات بفهمه که من دادم. فری تو چقدر خوبی. از کجا آوردی؟ هدیه یه مامانمه. انگشتر برلیانا! صدو دارت، با لنگوشتره برلیانه، 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 انگوشتره برلیانه، انگوشتره برلیانه، امو دوز برد. من خانومم، خیلی هم خانومم. ساکت. 100,000 تومان برای من مهم نیست، اما تو خونه من نباید دزد باشه. من خیلی خانومم، تو همیشه چایی میدزدی. باید بدونی که من خیلی خانومم، تو همیشه قان میدزدی. تو بنزین ماشین دزدیدی، تو یک دفعه سوزان نخ دزدیدی. من دزدیدم خانومم. تو از باغچه گل چیدی. تو میدونی من کیم؟ ما خانومی. نه خیر، من خیلی خانومم. تو چوسفیل دزدیدی. میدونی؟ میدونی انگشتر برلیانمو دزدیدم. نه اونا ندزدیدم، من برداشتمش. بده به من. فروختمش. ماما من این لباسو کجا آویزون کنم؟ چه میدونم، گل اون میخ. نه خیر، اون میخ مال منه. این میخ مال همست. آخ دیدی، من نگفتم اون میخ مال منه. خیلی خوب، بیا مال تو، مثل که نوبرش را برده. این لباسم خاکی شد، نگاهش کن تو رو خدا.
ببین چیکار کردی؟ چیکار کردم؟ توزی لباس خودم چی؟ لباس خودت بد کرد. بس تو دیگه، شما هم وقت گیر آوردی. هزار جور بدبختی داریم. از تو 8 اتاق اومدیم توی اتاق خشک و خالی. همینجا باید بپزیم، همینجا باید بخوریم، همینجا باید بخوابیم. اون وقت شما سر یه میخ دارین دعوا میکنی؟ اوقات تلخی نکنیم بابا، مگه میخ نمیخوای؟ بیا اینم یه میخ دیگه. آخه یه دونه میخ به چه دردی میخوره؟ چه دردی رو دوا میکنه؟ من چند تا میخ میخوام. خیلی خب بابا، بیا اینم یه میخ دیگه. بابا خفن کردیم بعد که راجع به میخ حرف زدیم. همش تقصیر خودت نوروز خان. اون خونه 8 اتاق داشت، آورده اینجا آلاخون بالاخونمون کردی که چی؟ راست میگی آقا جون، چهار نفر آدم توی این اتاق، خب چه جوری زندگی کنی؟ تقصیر شماست آقا جون که خونه رو با عجله خریدی. آخر منو گرفتی بردی محضر. آخه یه مرد عاقل و پخته مگه عقلش رو میده دست یه جوون خام؟ شب و روز به من قور میزدی که بچه‌ها خونه مدرن میخوان. بابا من زن به قول تو ناقص العقل یه چیزی گفتم، تو چرا قبول کردی؟ تو عمرت یه حرف حسابی زدی، اونم همینه. چی میخوان اینجا؟ مگه اینجا سینماست؟ واقعا خدا رو شد امروز اعصابم راحته. این گرفتاری مالیم که حل شد، مثل که یه کوه از رو گردن برداشتن. ببرمین الحمدلله. مرسی. اصلا خودم نفهمیدم چجوری حل شد. دخترم 30,000 تومان کمک کرد. از کجا جور کرد؟ قرض‌الحسنه آقای فرصتی، قرض‌الحسنه. هنوز آدم خوب پیدا میشه. میگه کوه به کوه نمیرسه، اما آدم به آدم میرسه. این آدمای خوب کجان که به امام یه کمکی بکنه؟ به موقعش میرسه. همین کار خدا. آقای فرصتی، کسی که با خدا باشه هیچ وقت در نمیاد. بله. 6 ماه حقوق بازنشستگی ما پیش بروش کردم 5,000 تومان. نوش جونش کار منو راه انداخت، واسه 1,000 تومنش همون بخوره. این 35 تومن هنوز تا 80 تومن خیلی مونده. ماشین هماینم 10,000 تومن قیمت کردن، همین روزا قرار معامله بکنه. 10,000 تومنم آقای رئیس قول دادن به من کمک کنن که از سال دیگه ماه به ماه قسطی از حقوقم برداشت بکنم. این یکی دیگه من باور نمیکنم. چند دقیقه دیگه باور میکنی؟ قرار ساعت 11 صدام کنی. تا 80 تومن هنوز 15 تومن دیگه کم بره. اونی که اون بالا نشسته خودش همه چی رو جور میکنه. بله. هر شب از فکر خیال این خونه و بی پولی خوابم نمیبرد. پاشدم رفتم رو پشت بوم، این کاسه آسمون رو نگاه کردم. عشق تو چشم پر شد. گفتم خدایا یه غلطی کردم، توش موندم. تو هیچ وقت نذاشتی نوروز خان در بمونه. این دفعه به خودت واگذار میکنم. 2 روز طول نکشید، همه کارا جور شد. خدا گر ز حکمت به بندت دری ز رحمت گشاید در دیگری. نوروز خان، آقای رئیس با شما کار دارم. بفرمایید. ز رحمت گشاید در دیگری. با اجازه آقایون. ببخشید معذرت. چطور این در رحمت به روی ما باز نمیشه؟ از حق نباید گذشت. نوروز خان با جون و دل کار میکنه. مگه من و تو کم جون میکنیم؟ از جای دیگه آب میخوره. حالا باید دید از کجا آب میخوره. از همون چشمه که پسر آقای رئیس آب میخوره. آقا تهمت نزنید. منظوری که ندارم، اونا قراره با هم وصلت کنن. مردم زیرنگن، بی خود نبود دختره رو هر روز میابرد اداره. از این بعد هر جور گرفتاری داریم باید دم نوروز خانو ببینیم. دزدیده؟ آره، انگشتر 100,000 تومانی رو فروخته 30,000 تومان. پولش هم داده به اون دختره بی سر و پا. خودش کجاست؟ من از خونه انداختمش بیرون، ممکنه بیاد پیش تو، تو هم باید بندازیش بیرون. اون نوروز خان صندوق داره دزد، خودت هم باید بندازیش بیرون، همش زیر سر اونه. شدیدی چی گفتم؟ سلام. یه دزد دوره برای تو گرفتم، یه سر دزدی، صندوق داره دزد. سلام. همه دزدن، تو متوجه نیستی، یه مش دزد دوره برای تو گرفتم، یه سر دزدی. دزده، پسر دزده، صندوق داره دزده. دزد دزد، من پسر دزد نمیخوام. شما هم از حماقت این جوان خام استفاده کردین. صندوقدار شرکت باید مورد اعتماد باشه، اما شما دیگه مورد اعتماد نیستین. میدونین چرا؟ برای اینکه در این سرقت خانوادگی شما هم شریک بودین. من یه عمر با صداقت زندگی کردم، از این ماجرام هیچ اطلاعی نداشتم. پسر شما هم گناهی نداره، در این کار حسن نیت داشته. بفرمایید اینم پولتون. منم تو شرکتی که بهم اعتماد نداشته باشن کار نمیکنم. 5,000 تومان مساعده گرفته بودی. چی بیتار بیاد؟ ناراحت نباش، زندگی نشیب و فراز داره. گهی پشت بر زین، گهی زین به پشت. اگه آدم یه جا بمونه مثل مرده بو میگیره. بریم. بفرمایید بابا. قربان، تبریک عرض میکنم. یه عرض خصوصی داشتم. با نفوذی که جنابالی روی آقای رئیس دارید یه لطفی بفرمایید. باشه بر، باشه بر. خیلی متشکرم. خداحافظ. خداحافظ. خداحافظ.
مرحبا. سلام عرض میکنم قربان. سلام علیکم. سلام قربان. خیلی معذرت میخوام. اگه ممکنه با آقای رئیس بگین یه قدر مصاحبه به بنده رو با آقای نوروز خان بکنید. چشم امید ما به شما. خیلی متشکرم میشم اگه عرض بنده برسید. سلام قربان. سلام برید کنم. خواهش میکنم برید کنم. ماجرا نه. نه. خواهش میکنم. بسیار بسیار. من میخواستم از شما بپرسم. شما چی میخواید؟ خودتون میدونید که من عیال برم. سلام. عیب نداره، عوضش از حال پیاده ها با خبر میشی. همینطورم از حال بی خونه ها. امشب اولین شب یک حتی یه سقف نیست که من زیرش بخوابم. لحظاتی از یادم میفهمه هیچ چیز مال خودش نبوده، حتی خودش. خیلی تلخ. احساس میکنم از همیشه خالی ترم، بی خودی هم. مرد باش، بیا بریم. تازه به قول خودت اولین شبیه که مال خودتی. وقتی که اینا رو داری احتیاج به ماشینم نداری. قصه سقفم نخور، ما تو خونمون یه سقف داریم. خدا شانس بده. ساعت 10 اومده، ساعت 11 داره میره. پارتیش کلفته. خب معلومه نور چشم آقای رئیسه. من اونجا دادم 7000 تومانم برای مصالح باید بدم. 4500 تومانم که بابت لوله کشیه. 3000 تومان قسط اوله. 30000 تومانش رو پس دادی؟ مال خودشون بود. مساعده رو چرا پس دادی؟ بابت گچ بود. مساعده رو چرا پس دادی؟ 3000 تومانم بابت گچ. اونجا نمیخوان دیگه من کار کنم. حقوق بازنشستگی تو که پیشخور کردی، شرکت هم که نمیخوای بری پس از کجا بخوری؟ کجا قصه رو بدی؟ لا اله الا الله. آخه بابا ساختمون از کجا میخوای؟ بابا میذاری به بدبختیم برسن. برو عوضی حرفا به کارت برس. برو فکر چون کن. با کدوم برنج، کدوم روغن، کدوم چراغ، با کدوم آشپزخونه؟ توی اتاق کوچیک جونم به لبم رسیده. 30 سال تو 8 اتاق فرش کرده خانومی کردم، حالا توی اتاق خرابه رو گلیم باید زندگی کنم. درست میشه عزیزم، بسه نخور. 3 ماه دیگه این خونه درست میشه مثل دسته گل. بازم تو 8 اتاق خانومی میکنی. حالا پاشو برو یه خورده فکر شام کن. امشب فریدون مهمون ما. حالا تو این یه دونه اتاق مهمونم دعوت کردی. خب نامزد دخترمونه، باباش از خونه بیرونش کرده، نمیتونه تو خیابون بخوابه که. مگه شب اینجا بخوابه؟ ما جا قد بود اومدیم تو این خونه وسط بر بیابون، آدمیزاد اینجا لخت میکنن. یه خراج به سرم بمیرم. چی شده دخترم، چرا گریه میکنی؟ به بدبختیم گریه میکنم، زندگیمو نمیبینی؟ چرا؟ همش تقصیر خودته. از اول هر کاری کرد هیچی بهش نگفتی تا به این روز افتادی. آخه عقلم خوب چیزیه، کسی که میخواد خونه بسازه یا مهلت میگیره یا خونه اجاره میکنه، زن و بچهش راحت باشن. فکر نکردی 4 نفر آدم توی اتاق خرابه چجوری زندگی میکنن؟ خانم جان سلام علیکم. سلام امام. به سلام و زهر مار. حالا بیا سر کار. کدوم کار؟ من نزدیک کسی کار میکنه؟ یه هفته از موزمونو ندیدیم امام. اگه من باید موز بدم، برو اصحاب کار بگیر. اصحاب کار میگه دادم به معمار، این میگه دادم من داده. بیچارم این نزده گردن اون، اونم نزده گردن این. آره چه خبره، چیه چه داد بیزدین؟ ده ناروز خان بیا جواب اینا رو بده. نگاه باشی باز جر داری میزنی. پیروز 5000 تومن دادم که حساب اینا رو ضبط کنی. 500 تومنش دادم با آهنگر، 4500 تومنش هم مصالح خریدم. ساختمون خرج داره. برای مصالحی که من چک وعده دار دادم، این پول مال این بیچاره ها بود. آخه معمار باشی، سزاوارو که موزه این بیچاره ها رو بگیری بریزی تو جیبه. بریزم تو جیبم؟ من جیب لامصب این کار گذاشتم. چی شده آقا؟ چه میدونم از پدر دنت بپر؟ چی شده معمار باشی؟ ابدیه گرامت بپر. هر انگیز خانم شما قضاوت کنی. روز اول تو خونتون گفت چند حساب میشه؟ 200000 تومن. تا حالا 300000 تومن دادم، اینی که ملازمی بفرمایید. راست میگه آقا جون، این زندگی واسه اینا درست کردی؟ فرنگیز تو دخالت نکن. چی رو دخالت نکنم؟ با زندگی مردم چرا بازی میکنی؟ به تو مربوط نیست. خیلی هم به من مربوطه. ما با هم فامیلیم، تو فامیل که کلک میزنن. فرنگیز خفه شو برای که حد عقل میزنه. میدونی چیه؟ این آقا دوتا خونه بسازه بفروش با این ساختمون شروع کرده و توش مونده. هر وقت حساب پول به میون میاد قولش یادش میره. دروغ میگم؟ خفه شو.
شد فرنگ جان؟ چی شد؟ ناراحت نباش. ناراحت چی خبره نوروز خان؟ چیزی نیست. هیچی هیچی. دو تا پیمونه برنج اضافه کن. فرنگیس هم امشب اینجاست. دوست دارم. از اینجا تا روز قیامت. امشب اولین شب زندگی من. برای امشب شب عزیزیه. شب یکی شدن من و توه. حس می کنم آدم دیگه ای شدم. از گذاشتم بدم میاد. انگار تازه به دنیا آمده. اونجا رو حالا میفهمم که زندگی یه جور دیگه است. زندگی رو باید همینجا ها پیدا کرد. اونا چی کار میکنه؟ فسق و فجوره. نگه خونه ندارن که اینجا خاک تو سری میکنن ها؟ لاوبت خرابه مزدش بیشتره. خرابه بیابون. چرا آه میکشی؟ یادم قضی پاتم افتاده. زندگی رو باید تو چشمه تو پیدا. چشمه من دروغ میشه؟ نه هیچ وقت دروغ. اما چیه؟ چه خبره؟ اونجا فسق و فجور میکنه. یعنی فسق و فجور آجار بزنی تو سرشون. آجار بزنی تو سرشون. آره همچی بزنی که یامان بیارن. چم دور و زمونه شده. اینجا خوب نیست. عوضش هیچ کس اینجا نیست. فقط ستاره هم ممکنه به ما حسودی شو بشه. اون بیر اول من دیخ یا بالا ستاش بپر بسته دیگه کش نیرش مجیرش چی میخوای بسیم برده برار کنی بچم دیگر خدا جونم فری جونم حرف بزن فری عوضش هیچ کس اینجا نبود. بلنش تکیه تو بده من بلنش خانم بزرگ دیگه دیر وقت شب باید بمونیم. نوروز خان تعارف نکنین جاتون تنگه دو تا مهمون دارین من دیگه زیادی هستم. همایون جون بلند شو منو برسون خونه مادر. با فقط شما یه نفر زیادی هستین چه حرفا مادر. هیچ کس زیادی نیست. ایران جون باشو شام نازی و فریدون رو بیار حالا دیگه باید پیداشون بشه. باشه ماما. ایبا خدا مرگم بره چی شده نازی؟ داشتون جامعه شدیم من تا آدم با چوب ریختن سرمون که اینجا ببینم بابا دوست بودم شاید شبگرد بودم بابرشون بی زحمت یه حوله و یه خورده آب گرم بدین صورتشو خیل کنم حالا دوست بودن یا شبگرد؟ نه دوست بودن نه شبگرد این دوست ها چرا نمیان ما رو بکنن؟ ایبا پس آخه اینا کیا بودن ریختن سر شما؟ هرچی بوده تموم شده چرا بازخواست میکنی؟ بله سلوات بفرستین بزرگ میشن یادشون میره دیگه هم یادتون باشه که شب حواس پیاده روی نکنین باشین حالا شامتونو بخورین باشین دیگه باشین ما شاممونو خوردیم. آره اینها تو خوردی این که نخوردی باشه منم بخورم. خیلی خب ولی یه لقمه خواب که پیدا میشه دیگه خواب گشنگی سیری نداره که خاک بسرم این همه آدمو کجا میخواین بخوابونین؟ همایون جون برو اش منو برسون خونه. خانم جون ساعت 10 شبه. بابا یه شب که 10 شب نمیشه من همتون رو جا میدم. در این لاف در این لاف همایون بیا سرش میگیرم میام خوب شد این لاف کرکر نفروختیم تنش کنین بچه دوتا قشنگ تنش باریکلا همه همون میریم زیر لحاب خاکی سرم کنن همه اون زیر یه لحاب بخوابی من الان درستش میکنم اون بالشتا رو کمک کنیم بیاریم اول فریدون رو بیاریم بیاریم بابا جون نه تر خیلی ممنون یه فرنگی سرم
بالشگاه بریم. زنهای درد میخوابن، مردهای طرف بریم زیبینم. لباس خوابم دیگه نمیخواد، همینجور با لبار خوابی هوا سرده با لبار خوابی. خانم کمر رو موبره بریم زیبینم. آقا جون شما چرا نمیخوابین؟ خوابم نمیبره. تمام اون چیزایی رو که یک عمر من میکردم به سرم اومده. چه که بی محل دست مردم دادم، قسط بانک عقب افتاده، پول کارگرا رو یه هفته است ندادم، کار ساختمون لنگه، باید مصالح بخریم، حقوق بازنشستگی من که 6 ماه پیش خور کردم، از شرکتم که بیرونم کردن، چه خونم که هست، چطوری بخوابم؟ بابا من خوابم نمیبره. چرا بابا جون؟ از که شما حرف میزنی دیگه. حرف نمیزنی بابا. بخواب 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 بخواب. بابا جون میخوای ماشینمو بفروشم؟ 6-7 تومانی میخرنش. نه بابا، تو هم عشق دین بود که این خونه ساخته بشه با ماشین بیای توش. خب پس چی کار میکنی؟ نمیدونم والا. من میفروشمش بابا جون. من نمیذارم ماشینو بفروشی، فهمیدی؟ این موضوع به من و پدرم مربوطه. به من مربوطه که باید منتظر تاکسی بشم. نمیفروشه بابا، بیا برو بخواب. اصلا ماشین مال خودمه، میخوام بفروشمش. دلم نمیخواد بفروشی. بابا جون چه خبرتونه خانم جون؟ خوابیده؟ بیچاره خانم جون، من دمه در انداختن هی زیر گوشم داردار میکنن، میگن خانم جون خوابیده، خانم جون خوابیده. فرنگیس خانم چرا نمیخواستی سرتون بپرسید؟ دلم خوش بود که شوهرم یه ماشین داره، اونم داره میفروشه، خرج ساختمون بکنه. خب این ساختمونیه که خودتون رو دست ما گذاشتین. فرنگیس وقتی قرض دور پدرمو گرفته شب خوابش نمیبره، من ماشین نمیخوام. این بابایی که اینقدر سنگشو به سینه‌ت میزنی، آیا حاضر یه دونگی خونه رو به اسم تو بکنه؟ بابا من که این خونه رو با خودم تو گور نمیبرم، مال بچه‌هام دیگه. 6 دانگش مال ایناست. نه خیر، یه دانگش مال منه. یادت رفته 20,000 تومن جیرینگی ریختم تو دستت؟ خانم یه دانگ این خونه 80,000 تومن میشه. 20,000 تومن شما با نزولش هم 80,000 تومن. من نزول خورم؟ من نزول خورم؟ 20,000 تومن پول بی زبون ریختم تو دست این مرد، حالا به من تهمت میزنه. ایران همش تقصیر توئه. اگه نمیومدی گریه‌زاری کنی، هرگز پول دست این مرد من نمیدادم. مگه تو گریه‌زاری کردی؟ ولی خانم جون بخوابم. مردشور پول اون خانم جون رو ببرن که اگه میدونستم 70 سال سیا نمیگرفتم. مردشور خودت ببرن با این خراب شده که برای دختری بیچاره من درست کردی. خانم جون، آقا جونم در واقع برای راحتی مامان خودشو زحمت انداخته. زحمت خودش سرش بخوره، دختری بیچاره منو آلا خون والا خون کرده. برو خدا رو شکر کن که تو این خونه مهمونی بودی. بلا چی؟ بیرونش میکردی؟ جرأت داری بگو. با تیپا بیرونش میکردم. پس منم بیرون کرد. خواهش میکنم شما بفرمایید. بابا من یه چیزی بهش بگم. خانم جون مگه بچه شدی؟ نصفش کجا میخواید بری؟ مامان شما یه چیزی بگو، مگه نصفش میشه تنها بره؟ منم باهاش میرم. بابا جون مامانم داره میره. چیکار کنم؟ برم رو دست پاشو میافتم؟ الهی این خونه رو سرت خراب بشه، الهی که چا زیر پات باشه. بابا راستاسی دارن میرن آخه. خیلی خوب برو برسونش. بریم خودم میرم. نمیتونم توی این خونه به مقابله نبرو برسونم. دارو برسونم دارو. خب دیگه رسیدیم، بی پایین دستتی میذارم تو دست نوروز خان تا دیگه واسه این طلبه صبح زود در خونه نیاد. ببینیم و تعریف کنیم معمار. بیا بریم تو دیواره ایتا هنوز نچیدیم؟ مگه مساله نداریم؟ مساله داریم، کارگر نداریم معمار. پس اینا چی هستن؟ کار نمی کنن. پس بفرما اومدن اینجا مهمونی؟ درست کنن؟ شاید نمیرین سر کارتون، دوارنش دیگه باشین. ما که باشین نظر کار کنین؟ تا موزمونو ندین از جامون بلند نمیشین. نظرین نه نه به بابا را نمده. حالا امروز هم برین کارتونو بکنین. یه روزه که ماز نگرفتین. نوروز خان، نوروز خان. چیه بابا چیه؟ چیه؟ بیا بابا جواب اینا رو بده. جوابشو من نباید بدم که، مگه نگفتی موزه بنا با من؟ بنا رو گفتم، اون حاضره، حرفی نداره، اما کارگرها موزشون رو میخوام. از امروز کارگر نمیخوام.
خودم میخوام عملی کنم. پوستای برو تر کاره. باشه بریم. دیوارو دیوار رو بچی میرم. جلا میخوام خودم کار کنم. چی شدی؟ یه طرف کار اومده. از زاکاری که خودش داره عملگی میکنه چه جوری طلبمو وصول کنم؟ دیر قرارداد شما امضا کردی، من پولمو از شما میخوام. هر کارش اینه که بریم سر کوچه چند تا سفته بخریم بیاری بدی امضا کنی که آخرن دستت یه جیب هم باشه. خیلی خوب، بیا بریم. نه من تو فامیل رو درواسی دارم، حالا ببینم شما میتونید تمامش رو وصول کنید. به من میگن اصلا خط خطی، من برای کار کلی ابزار دارم انتخاب کنید. بازم بیار. اینو بذار سر گلی نشن. نه ججا تو چرا پیش بیت میکنی؟ من را خود تمام کنم. گل های چیه؟ مورد های چیه؟ برای از اونا بخور. چیه؟ بابا اینا تو چرداده، اینا نوروز های چیه؟ داداش نوروز های چیه؟ اپنی را دیر خاموش کن. بابا به این یارو خرس گنده رادیوی منو چیکار کرد؟ گفتم نوروز های چیه؟ چه فرمایشی داریم؟ من فرمایشی ندارم، اینا باش فرمایش دارم. نوروز خان تویی؟ نه بابا من عملشم. خودش کجا؟ خودش فردا میاد. یعنی نه فردا میگم نمیکنم، پس فردا میاد. یعنی اگه بخوایم واقعا وصول بکنیم در روز دیگه میاد. یا امروز وصول میشه یا اربابت خط خطی میشه. فهمیدی؟ من اهل شوخی موخی نیستم، من اینجا بست میشینم. نوروز خان، نوروز سیمان تشریف ندارن. آخه سیمان میخواین؟ تو کارت ادامه میدهی؟ نمیرم سیمان میخرم. باشه برو برو. سارا حسن خط خطی رو شیر مالیده، خط خطیش میکنم. به خدا اگه امروز پول نده چکو میذارم اجرا. من گذاشتم اجرا، اومدم اتمام حجت کنم. کسی که پول نداره غلط میکنه خونه میسازه. ولی نوروز خان مال مردم خور نیست، نداره که بده بابا. پول نداره خونهشو بفروشه. آره راست میگه، اگه نداره خونهشو بفروشه. اجاره رو با پولای ما رو هم گذاشته. فکرشو نکنی، یا بدهیشو میده یا دست جمعی خونه رو سرش خراب میکنی. کجه میری؟ میرم ماشینمو میفروشم. لرم کن نمیبینی پشت سر پیرن چی میگن؟ من شوهر بی ماشین نمیرم. درک که نمیخوایی. من شده تو ماشین دارم. و آبجوت سوار کن ببر بگردون. آه.
کجا میری؟ میخوام برم ماشینو بفروشم. ببریم، نمیخواد بفروشی. آخه جواب طلبکارا رو چی میدی؟ پول ماشین تو جواب اینا رو نمیده. بیا بریم. ای وای بابا جون، آخه میذاشتی میرفتم میفروختم. نمیخواد. نوروز خانم ها چاقو تو تیز کن. آقا جون پسرمو تو اینجا چیز سلام بند کفشم رو بستم قربون تو برم. پسرمو شرمندم واسه اون چک. اگه یه ما به من مهلت بدی برات یه فکری میکنم. اختیار داری، مهم نیست قربونت برم. این حرفا چیه که میزنی؟ یه وقت فکر نکنی واسه خاطر اون چک اومدم ها. از اینجا رد میشدم اومدم یه سلام بکنم. خب دیگه مزاحمت نمیشم، میدونم خیلی گرفتاری، یه عده منتظره داشتن. برو به کارت برس، فکر چکم نکن. خدا اصلا آقا همچی که رسیده باید برای خواهده یک برای کنم 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 چرا همچی میکنی؟ شیکم تو همینجوری پاره میکنم. این که شیکم من نیست، این کیسه تیمانه. بگی از پایمین امینه چی میگن؟ آقایون چرا خودشون ناراحت میکنن؟ شما طلبکاری، من بدهکارم، این که بحثی نداره. الان ترتیبش میدم، کاری میکنم که همتون راضی از این در بیرون برین. آقا شما چقدر میخواد؟ 22500 تومان. 22500. شما 5000 تومان. 7400 تومان. بگو 7400. شما 17000 تومان. شما 15000 تومان. 15000 تومان. آقایون میتونن یه ما به من مهلت بدن؟ دوست دارم از وسط شقاق. خیلی خوب، حالا این چاقو تو قلاب کن. خیلی خوب، چه مولد نمیدین دیگه؟ چرا بوله بوله بسید الان سب یه دقیق سب خیلی خوب هم اینجا سب کنی نک بکنی کجا رو هم هم دو دنباله دست رو چه
کدوم ور رفتن؟ از این ور رفتن. نه بابا از اون ور رفتن. من که دیدم راست رفتن. بالاخره از کدوم ور برن؟ به نظر من از سه حال خارج نیست. یا از این ور رفتن یا از اون ور رفتن یا از راست رفتن. اصلا درد نکنه با راهنمایی کرده. من تا دینار آخر پولم ازت بگیرم.
نمیخواد کسی بره بالا، خودش الان میفته. اون لب بگیر بنده خودم بکشمش پایین. بیام بریم بابا، میفته پایین خودش گردن ما رو میگیره. الو الو جناب سربان، الو الو، یه مش دوز قاتل ریختن اینجا، جون زن بچه ما در خطره، رفتن رو تراس، الان یکیشون رفته رو تیراهن وسط زمین و آسمون، اگه اسلحه داشتم خودم مغزشو داغون میکردم. بابا یه چیزی بگو، مورد فکر هر شب هفتش باش، الان تلفن میاد تو پایین. بابا جون جسد کجاست؟ الهی داشت نایم بفرمایید کنم، بفرمایید کنم، جمعیت متبرم کنید آقا، به شما اقدام میکنم بیایی پایین. پایین ها اینجا بایست، اما نمیام باید. بیا بچه، بیا بیا شکر کنید. بابا جون، بابا جون بیا پایین. آقا این کار خطرناکه، خواهش میکنم بیاید پایین. بابا جون چرا خدا بیایی پایین؟ تو دیگه خفه شو، بیام پایین گیره اینا بیافتن. آقا جون من میدونم شما، در واقع چطور بگم، خب اگه اجازه بدین من بیام، یعنی فریدونم میتونه به شما کمک کنه که بیاد پایین. بیاد پایین فریدون، برو بالا. پایین ها اینجا واسیده، من نمیام پایین. ارواح خالت تا فردا صبح اینجا با میستم. من تا پس فردا هم اینجا خوابیدم. ابا احمد مسخره بازی را بذار کنار، اگه نیای پایین به جرم سد معبر جریمه میشید. ببده یامون یکی دیگه هم اضافه شد، شنیدین؟ سد معبر جریمه داره، برین خونه هاتون بابا. جناب سروان اجازه میدیم برم از اون بالا بیاندازم ایش پایی؟ بیا تو در رو ببرم. میخوام تمام لازم نکرده. نیا بالا، نیا بالا، من نمیام پایین. آقا من نمیام پایین، اگه بیای بالا من خودم میدیدم پایین، میدیدم پایین، خودم میدیدم پایین. برو پایین، برو پایین، من نمیام پایین. اینجا باشدم من نمیام پایین، نمیام، نمیام. تو هم برو تو بکشین بالا، بکشین بالا، بکش بالا، بکش بالا. کی گفت بکش پایین؟ بکش بالا. بکش پایین. چیکار کنیم آخه؟ ببین راستی دارم خودم میدیدم پایین. آقایون بفرمایید کنار، بفرمایید کنار، متفرق بشید. خواهش میکنم بفرمایید کنار. بابا جون شور خودمونه بکشین پایین. بابا جونم جونش در خواهد. یه وقت میاسه به تمری راسته شور دیگه چی میگی؟ چرا خواستو بابا پولی میخواید؟ ولش کن بکش بارا چی میخواید؟ من پولم پولم میخواب، من پولم میخواب. بکشش پایین، بکش بالا، نترس، دستتو بده من. بکش بالا، بابا جونم. اکسن زار
500,000 تومان 450,000 تومان 500,000 تومان 550 560 560 و 1 600,000 تومان 600,000 تومان 600,000 تومان 600 فروخته شد. الحمدلله خدا رو شکر، بده یامونو دادیم 350,000 تومان هم بسمون. خب الحمدلله. بچه ها که خونه آپارتمانی و خونه مدرن میخواستن فرستادم سی خودشون. خودم اومدم دو مرتبه همین خونه که یه روزی 300,000 تومان فروخته بودم 400,000 تومان خریدم. 50,000 تومان قرض بالا آوردم که باید قسطی بدم. خب خب خونه قدیمیه اما آدم توش احساس آسایش میکنه. بله بله. شما الان توی این حوض خونه نشستی احساس آرامش نمیکنی؟ چرا؟ ولی به نظر من کلنگیه. بله خونه کلنگیه، بهتر این خونه رو خراب کنین جاش خونه مدرن بسازین. چرا همچین کردی؟